درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قصد دارم که در ارتباط با برجام بررسی داشته باشیم که ببینیم شاخص کل و برجام چه ربط و ارتباطاتی میتونن با هم داشته باشن و حالا دستیابی به توافق هسته یا عدم دستیابی به این توافق چه تأثیراتی میتونه بر بورس داشته باشه. قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم یک مورد دیگه خدمتتون بگم که یه پیج جدیدی دوستان راه اندازی کردم توی اینستاگرام در ارتباط با محصولات گیاهی وان مور هستش. میبینید درمان بسیاری از بیماری ها میتونه باشه و یک برند ترک هست. میتونید من رو در اینستاگرام با آیدی وان مور نقطه زارعی دنبال بکنید، از به بعد مطالب زیادی در ارتباط با این برند برای شما عزیزان خواهم گذاشت. اما برگردیم به گذشته برجام و بورس. ببینید از سال 92 که مذاکرات هسته‌ای در دولت قبلی یعنی روحانی شروع شد، شما میبینید که شاخص بورس به چه صورتی حرکت کرده. وقتی که به توافق موقت ژنو رسیدیم در آذر 92، میبینید که شاخص کل نه تنها بالا نرفته بلکه یک سیر نزولی را طی کرده. به تمدید توافق ژنو رسیدیم در آذر 93، باز سیر نزولی طی شده، بعد نهایی شدن چارچوب توافق در لوزان داشتیم سال 94 که تغییری نداشتیم، سیر نزولی شاخص کل را میبینیم و تیر ماه 94 که به توافق نهایی برجام رسیدیم، تا چند ماه هم میبینید که شاخص کل نزولی حرکت کرده یا حالا میشه گفتش تقریبا این خط صاف شده و چند ماه بعدش رشد خودش رو شروع کرده. حالا این تیکه خیلی مهمه که چرا، حالا به این قبلیاش کاری نداریم، اون قبلش تقریبا اوضاع مثل همین الان بود، یعنی معلوم نبود توافق میشه یا نمیشه. البته خب یه توافق موقتی داشتیم، یعنی تفاوتش با الان اینه، یعنی الان توافق موقتی هم نداریم، فقط مذاکره داریم. موقع توافق موقتی هم داشتیم. این توافق موقت و حتی تا چند ماه بعد از توافق نهایی برجام شاخص کل داره سیر نزولی را طی میکنه. به نظر من دلیلش این بود که خیلی ها فکر میکردن حالا چه اتفاق بزرگی در سیستم پولی یا تورم کشور قرار بیفته، یعنی یهوی اینجا بشه بهشت برین با یک توافقی که قرار حاصل بشه. و عرض کنم خدمتتون که حالا مثلا قیمت دلار برگرده بیاد بره مثلا بشه 1000 تومان یا حتی زیر 1000 تومان، یا یه تفکرات اینجوری وجود داشت و تا بعد از این توافق هم میبینید که این اتفاق تقریبا پابرجا و چند ماهش و ولی از چند ماه بعدش میبینیم که بازار عکس العمل‌های اولیه خودش رو به این قضیه نشون داد و نمودارها یکم صعودی شدن. علتش این بود که خب دیدن نه انگار خبر خاصی هم نیستش. دیروز من در ارتباط با حالا تورمی صحبتی کرده بودم، آیدی خودم خودت میگن که چرا میگید به برجام ربطی نداره و وقتی ما با دنیا مبادلات اقتصادی نداشته باشیم نمیدونم ربطی به چاپ پولا فلان و اینا. ببینید من کاری به این قسمتاش ندارم دوست عزیز، من توی صحبتام اینو گفتم که تا وقتی که دولت بدون اینکه بودجه لازم را داشته باشه، یعنی نقدینگی داشته باشه، میاد و یه سری موارد غیر ضروری برای برخی از ارگان‌ها بودجه میبره، یعنی زمانی که ما تحریم نبودیم این ارگان ها بودجه داشتن، حالا من نمیخوام اس بیارم، الانی هم که تحریم هستیم نه تنها بودجهشون کم نشده که سال به سال داره 20% هم میاد روش، ارگان هایی که اصلا نیاز ضروری به اونها در کشور وجود نداره. بعد یه سری دستگاه های خود وزارت خونه ها هست که به جای اینکه کوچیک بشن اینها میان سال به سال دارن بزرگتر میکنن سیستم خودشون را و بودجه های کلانی براشون بریده میشه. بعد این بودجه وجود نداره در
صندوق دولت در خزانه، ولی ردیفش آورده شده. گفتن خب دیگه چه ربطی به برجام داره؟ خب وقتی ردیفش رو آوردن، الان برجام هم به توافق برسه، هر اتفاقی بیفته، اینها تا وقتی که اینجوری بودجه را تصویب میکنن سال به سال و نماینده لایحه رو دولت میده، نماینده ها میان تصویب میکنن، خب ما تورم رو داریم به خاطر اینکه مجبورن پول بدون پشتوانه بدن بیرون. حالا نقش برجام این وسط چیه؟ توی این حرکت هیچی نیست. به جای اینکه الان مثلا دولت بیاد بگه خب الان صندوق خالیه، من نسبت به پولی که در میارم خیلی خوب ردیف بودجه بسیاری از این ارگان هایی که خیلی هم حالا تو زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم ندارن قطع میکنم، ارگان های دولتی باید کوچکتر بشن، بودجه اینها رو قطع میکنم. اگر این کارا رو بکنن، شما مطمئن باشین تورم خیلی شدتش کمتر میشه. حالا اینجا دقیقا داریم این موضوع رو میبینیم که زمانی که بازار این حس رو میکنه که دولت اصلا کاری به این کارا نداره، کار خودشو داره میکنه، یعنی همینجوری داره خودش بودجه یا تصویب میکنه، تایید میکنه، حالا برجام به توافق رسیده، خیلی خوب رسیده باشه، از اون طرف نقدینگی جامعه ما داره روز به روز بیشتر میشه و یکی از بازارها که واکنششو میده شاخص کله که بعد از این قضیه این واکنش رو نشون میده و میاد بالاتر و اینجا پیروزی ترامپ، کاری نداریم، این سیر صعودیشو داره ادامه میده. اما این نقطه، ببینید خروج آمریکا از برجام، یعنی این تأثیر بسیار زیادی روی بورس ما گذاشت. علتش این بود که حالا برعکس اون تفکر، یعنی تفکری که اینجا فکر میکردن اگر توافق صورت بگیره مثلا ارزش دلار خیلی میاد پایین، اینجا اتفاق افتاد، گفتن که آقا اگه خروج بکنه آمریکا از برجام، ارزش دلار یا قیمت دلار خیلی میره بالا. متاسفانه این قسمتش درسته، یعنی اگر که آمریکا خروج پیدا بکنه یا برجام توافق نرسه، دلار خیلی میره بالا. همین الان هم این قضیه صدق میکنه، درسته. برعکسش درست نیست، یعنی اگه به توافق برسن، اینقدر این دولت ریخت و پاش میکنه مثلا میاد میدونم به فلان ارگان حالا این بودجه رو میده، به فلان جا این کارو میکنه، که این تورم وجود داره، تورم ربطی به برجام نداره. به نظر من اگر دولت بیاد یک طرح ریاضتی را پیش بگیره، خب قطعا این اتفاق میفته دیگه، تورم مهار میشه به نوعی. بیاد الان مثل بقیه کشورهایی که با مشکل تورم روبرو شدن، مثل آمریکا، اروپا، خیلی از کشورها ببینیم از سیاست انقباضی پیش گرفتن دیگه که تورم مهار کنن. دولت ما کی تا حالا سیاست انقباضی پیش گرفته؟ هر سال که انبساطیه، از سال قبل هم بیشتر انبساطی تر میشه، با وجود اینکه مثلا پول نداره، فروش نفت نداره، بودجه داره بسته میشه و حد اکثری که میتونن ببندن دارن این کار رو انجام میدن. میگن آقا فلان حد اقلیه، فلان کار کردیم، فلان کار کردیم، اما نیست، واقعیتش وجود نداره. حالا خروج آمریکا باعث شد که شاخص کل اینقدر بیاد بالا و حالا اتفاقاتی که بعدن افتاد، به این نقطه رسیدیم که الان بحث برجام بحثی شده که حالا یه مقدارم اختلاف نظر وجود داره. هرچند نمادهای بانکی و خودرویی برنده قطعی توافق احتمالی خواهند بود، اما تحلیلگران در خصوص اثر کلی دستیابی به توافق هسته‌ای بر روی سایر صنایع به ویژه حالا کامودیتی و کلیت بازار اتفاق نظر ندارند و دو تا فرضیه الان اومده. گروه اول میگن که آقا اگه دستیابی توافق برسیم، این اثر منفی بر روی کلیت بازار نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بورس توی دو ساله اخیر نسبت به بقیه چیزها رشد قیمتی چندانی نداشته، یعنی قیمت دلار و تورم اینقدر زیاد بوده توی این چند ماهه که خب بورس رشد نکرده دیگه و همین میمونه. حالا دیگه خیلی بالا هم نره، پایین هم نمیادش، به نوعی تعدیل قیمت دلار رو پیشخور کرده. یعنی فرض الان دلار قیمت 32 تومنه، 30 تومنه، 31 تومنه، ولی بورس ما بر اساس دلار مثلا 25 تومانی داره معامله انجام میگیره. یعنی اگه دلار هم بیاد بشه 25 تومن، تفاوت چندانی نمیبره. همین صحبتی که الان ما داریم میکنیم، میگیم که آقا اینقدر تورم زیاده که ربطی به این قضیه نداشته.
ثانیاً آنچه که برای بازار و سوداوری شرکت‌های صادرات محور اهمیت دارد نرخ نیمایی است که در حال حاضر فاصله زیادی داره. خب نرخ نیمایی الان فکر کنم 27 تومنه که خب می‌بینید که با 30-31 تومن خیلی زیاده. بعید به نظر میرسه که در صورت دستیابی به توافق احتمالی نرخ بازار آزاد به کمتر از نرخ دلار نیمایی برسه. یعنی مثلا توافق هم بشه دیگه دولت بودجه رو بر اساس دلار 27 تومانی بسته دیگه تو بازار آزاد. بعید به نظر میرسه دلار بیاد بشه مثلا 20 تومن 22 تومن 25 تومن دیگه نهایتش بشه هم 27 تومن. همچنین دستیابی به توافق هزینه بسیاری از شرکت ها رو کاهشی میکنن مثلا همون خودرویی که الان اینجا بحثشون شد. خب اینا قطعاتشون خیلی داره گرون میاد بخاطر تحریم ها، هزینه هاشون میاد پایین و با کم شدن محدودیت های تجارت خارجی عملا فروش شرکت ها بیشتر و هزینه دور زدن تحریم ها هم کمتر میشود. بنابراین این گروه ها سعی دیگران به این باورن که دستیابی به توافق نه تنها بازار را کاهشی نمی کند بلکه به عنوان عاملی برای برگشت به روند صعودی در نظر گرفته میشه. خب این یه طرز تفکری هستش که میگه آقا فرق نمی کنه اینقدر دیگه الان اوضاع تورمی و ریال تو بازار ریخته که برجام هم بدن چه برسه، خیلی منتظر نباشین دلار بیاد پایین. و خب طبق همین عکس ما تجربهش هم داشتیم، یعنی اولش بازار منتظر این بود که خیلی ریزش بکنه و دلار خیلی بیاد پایین، بعد از این توافق هسته یه چمایی صبر کردید، نه انگار که داره هر روز تورمه باز بیشتر میشه، ربطی به برجام نداشت و دوباره قیمت ها اومد بالا. یعنی این گروه اول بر اساس همین ایده دارن جلو میرن. حالا یه سری دو گروه دیگه میگن که هرچند استدلال‌های گروه اول درست می‌دانم، معتقدن که این تفکر در بازار وجود دارد که احیای برجام منجر به ریزش بازار خواهد شد. یعنی این گروه دومیه، میگن آقا همه حرفایی که گروه اول می‌زنه درسته، ولی ما این تیکر رو می‌بینیم، این اول کار رو ببینید، یعنی اولش تا توافق شد یا اینجا رو ببینید تا توافق شد همه دیگه رفتن روی این قضیه که میرزه بازار، دلار میاد پایین و بازار میرزه پایین و بالاخره این باعث شد که مقداری شاخص هم بیاد پایین. استدلال دیگر این گروه کاهش قیمت بازار کامودیتی ها با بازگشت ایران به بازار جهانی است. بعد اینا میگن که خب الان یکی از دلایلی که این مواد اولیه تو دنیا گرون شده اینه که خب ایران نیست تو بازار. حالا اگه ایران برگرده به بازار اصلا جهانی اینا میاد پایین، مثلا جهانی مس و فولاد و چه میدونم مواد پتروشیمی و اینا میاد پایین به خاطر اینکه تحریم ها لغو میشه و خب قیمت ها در سطح جهانی متعادل تر میشه، به ویژه در شرایطی که بسیاری از بازارهای جهانی به دلیل ترس از رکود در شرایط اصلاحی قرار دارند. حالا هم بقیه بازارها خودشون وضعیتشون هم دنیا خوب نیست، تازه ایران هم برگرده یهو مثلا اون بازار بریز، اینا این صحبت رو میکنن. بر اساس نظر این گروه از تحلیلگران هرچند در میان مدت دستیابی به توافق منجر به بهبود شرایط بازار میشود، اما انتظارات معامله‌گران اصلاح کوتاه مدت بازار را به همراه خواهد داشت. خب همین دیگه، یعنی اون کوتاه مدتش رو دارن میگن، یعنی تمام این صحبت هایی که اون گروه دوم هم دارن میکنن روی این تیکه است. یعنی آقا یهویی مثلا اعتباری شوکی وارد بشه تازه بازار بریزه، حالا تا بعد دوباره میاد جا بیفته مثلا 4-5 ماه طول بکشه. در هر حال ببینید این دو سناریویی هستش که الانه برای این تصویری که ما آوردیم وجود داره و حالا اینا در صورتیه که ما به توافق برسیم، یعنی توافق حاصل بشه. حالا اگه توافق حاصل نشه، اصلا توافق حاصل نشه بیشتر شاید شبیه اینجا باشیم، یا مثلا ببینید حتی قبل از این که ما بیایم به این مذاکرات هسته‌ای برسیم در دولت روحانی که ببینید سعودی بود، علتش هم اینه که خب دلار احتمال داره که قیمتش مجددا بیا بالاتر. یعنی الان مثلا دلاری که داریم روی 30,000 تومان احتمال داره مثلا 2 برابر یا 3 برابر بشه. وقتی قیمت دلار 2-3 برابر بشه خب قطعاً شاخص کل هم میره بالا. حالا این بحث ما از قیمت 2-3 برابری دلار، شاید شما مثلا روی تابلوها مثلا دلار رو 35 تومن ببینید
حالا واقعیشو داریم میگیم، یعنی مثلا اون چیزی که دولت نیاد روش اینقدر سوبسید بده و زورکی بخواد نگرش بداره مثلا روی 35 شما، نه اون موقع یه فنرش در میره و یه هوی میره بالا، در حال فرق نمیکنه چه یوی فنره در بره بره بالا، چه اینکه زورکی نگرش دارن روی عدد، بازار اینو میفهمه، یعنی بازار زودتر متوجه این قضیه میشه و بعدا خب رشد بیشتری را شاهد خواهیم بود. در هر حال فعلا که هیچ کدوم اینا محقق نشده، یعنی اصلا بعید به نظر میرسه که این توافق هسته‌ای یا به نتیجه برسه یا نرسه. ما قبلا راجعش صحبت کردیم، همینجوری مدام فقط با هم مذاکره میکنن. حالا انشالله ببینیم که چه اتفاقاتی در آینده میفته، امیدوارم که هر اتفاقی بیفته در حال به خیر و صلاح کشور و سرمایه گذاری در قسمت های مختلف باشه. منتظر نظرات خود شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.